سلام ارادت، خیلی مخلصیم، اومدیم که سوالای امتحان نهایی 99 رو براتون حل بکنیم برای بچه های تجربی درس ریاضی 3. پر انرژی، سر حال، بریم سر سوالا. نکته طلایی سوال 1 تکراریه ولی برات آوردم، آوردم یادآوری کنم. سعودی و یا اکیدن سعودی، اکیدن نزولی، سعودی نزولی، یه یادآوری کوتاه روش میکنم. آقا اکیدن وقتی داشت داره تأکید میکنه، تأکید که یعنی نقاطی نداشته باشم که مثلا اینجا یه ذره مثلا تابع ثابت بشه، یا اینجا یه ذره تابع ثابت بشه، به ازای مثلا دوتا ایکس مختلف یکی برابر نداشته باشیم، چون اگه داشته باشیم بحث سعودی نزولی خالی پیش میاد. آقا این سعودی مشکل نداره، یه قسمتش ثابت بوده بقیهش همه افزایشی بوده. به فلش این نگاه نکن، این میخواد بگه تا منفی به نهایت ادامه داره. از چپ به راست بررسی میکنیم، اینجا اومده بالا ثابت بوده، دوباره اومده بالا، ببینید سعودی اینجا ثابت بوده اومده پایین دوباره ثابت بوده، بمیگیم نزولی، ببین مساوی داره، گرفتی چی شد؟ خب اینجا دیگه مساوی نداره، میبینی داره تأکید میکنه روی سعودی یا نزولی بودنش، دیگه دوتا ایکس مختلف ندارم که یه برابری داشته باشن، فقط یا داره افزایش پیدا میکنه یا داره کاهش پیدا میکنه. این از این که در ویدیوی قبلی هم در موردش صحبت کرده بودیم. آقا جون یه نکته برات گذاشتم، تابع ثابت هم سعودی هم نزولی، واسه همینه که در قسمت سعودی ثابت هم داشته باشیم مشکلی نداریم، واسه همینه، چون به عنوان سعودی میتونیم این رو در نظرش بگیریم، یا اینجا قسمت هایی که تابعمون ثابت هم میتونیم به عنوان نزولی در نظرش بگیریم. پس تابع ثابت هم سعودی هم نزولی. یه قضیه ای تو ویدیوی قبلی هم تو جایی که یادمه برات آورده بودمش، اگر تابع F در X مساوی A مشتق پذیر باشه در اون نقطه پیوسته است. ببین اصلا یکی از شروط مشتق پذیری پیوسته بودنه، یکی از شروطش، همش نه، یکی از شروطش مشتق پیوسته بودنه، واسه همینه که میگیم وقتی در واقع تابع F من در X مساوی A مشتق پذیر میشه، خب پس پیوستم هست، چون جزء شروط به مشتق پذیریش بوده، مشتق پذیر شده، پس پیوستم هست. اما نمیتونم عکسشو بگم، نمیتونم خلافشو بگم، قضیه به حساب نمیاد، نمیتونم بگم اگه پیوسته باشه حتما مشتق پذیره. چرا؟ چون یکی از شروط مشتق پذیری پیوسته بودنه، یکیش، یکی از شروط لازمشه، ولی شرط کافی نیست یه بگم اگه پیوسته بود مشتق پذیره. پس اینو خوب بهش دقت کن. اما برای تعیین سعودی یا نزولی بودنه یک تابع از روز ثابتش چیکار میکنم؟ مشتقشو به دست میارم، یعنی اما افیلیمو تعیین علامتش میکنم. جاهایی که افیلیم مثبت باشه سعودیه، منفی باشه نزولی. بریم دیگه سراغ سوالمون، درستی یا نادرستی عبارت های زیر رو مشخص کنید. الف، تابع ثابت در یک بازه هم سعودی هم نزولی. آقا درسته، همین بالا بهت گفتم نکتهشو، هم سعودی هم نزولی. ب، اگر تابع F در X مساوی A پیوسته باشد آنگاه مشتق پذیر است. غلطه، گفتیم برعکسش اوکیه، ولی فقط پیوسته باشه نمیتونم از روش نتیجه بگیرم، شرط کافی نیست برای من، یکی از شروط مشتق پذیریه ولی کافی نیست، پس این نادرست. تابع fx مساوی x به توان 3 منهای 3 x در بازه منفی 1 تا 1 اکیدن سعودیه. بریم چک کنیم، مشتقشو به دست میارم، x به توان 3 مشتقش میشه 3x به توان 2، منهای مشتق 3x هم که میشه 3. ببین وقتی چند جمله ای دارم، یا اصلا بذار اینجوری بگم، وقتی جمع و تفریق بین چند تا جمله دارم، هر جمله جداگونه مشتقش حساب میشه، مگر اینکه ضرب و تقسیم بینشون باشه. پس این جدا، این هم جدا. خب اینو بریم تعیین علامتش بکنیم. اول مساوی صفر میذارمش، ریشه هاشو در بیارم، از یه صفر فاکتور بگیرم،
طرفین تقسیم بر 3 بشن 3 از بین میره. این چی گذاشتم؟ آقا گفته بودم بهت از طرفین داری رادیکال میگیری، x2 میشه x، 1 میشه مثبت منفی 1 وقتی هم رادیکال میگیرم، یا اگه 4 بود میشد مثبت منفی 2، 9 بود میشد مثبت منفی 3. گرفتی چی شد؟ بس ریشه دومه. این دو تا ریشه ها رو داره. خب یه دونه جدول میکشیم، x منفی بی نهایت مثبت بی نهایت منفی 1 مثبت 1، ریشه ها رو میذارم و اینم اف پیری میخوام تعیین علامتش کنم. در اینجاها مشتق صفره، یعنی شیب صفره. درجه دو تعیین علامتش به چه شکل بود؟ این طرف و اون طرف ریشه ها میشه موافق علامت آ. علامت آ کدومه؟ ضریب x2. یاده؟ ضریب x2 رو ببین چنده؟ مثبته. جا میشه مثبت. بین دو ریشه خلاف علامتش. یعنی اگه منفی بود این دوتا میشد منفی، این مثبت. خب در اینجا ها سعودیه، در این تیکه شیب ثابته یعنی تابع ثابت میشه، در اینجا میشه نزولی، دوباره در اینجا ثابت میشه، در اینجا میشه سعودی. گفته از منفی یک باز تا مثبت یک باز. خب از منفی یک باز تا مثبت یک باز تابع من چی بوده؟ اکشیدن نزولی. صفر رو قاطیش نکردم دیگه، اکیدن نزولی، یعنی خودش اصلا نخواسته صفر رو قاطیش کنیم. صفر رو منفی یکه باز تا مثبت یکه باز اکیدن نزولی بوده، در صورتی که امامو گفته اکیدن صعودی، پس نادرسته. بریم سراغ سوال بعدیمون. نمره مفودا، خیلی راحت میتونستی بگیری قسمت های. ببین سوال یک و دوت از قسمت های تعریفی کتاب میاد، یعنی اون هایلایت های آبی که توضیحات تعریفی داده اون قسمت ها رو خوب بخون. حالا ما سعی کردیم نکات خوبی رو بهتون بگیم، مثلا این بحث مشتق پذیری و پیوستگی رو سعی کردم خوب بهتون بگم که هر جا دیدینش خوب بتونی درست بتونی یا پسش بر بیای و درست نادرستش رو تشخیص بدی، ولی تو خودت هم باید تلاشی بکنی. گرفتی چی شد؟ به خصوص برو سوال های یک و دو امتحان نهایی های قبلی رو نگاه کن، شهریور رو نگاه کن، دی رو نگاه کن، امتحان نهایی های قبلی رو برو نگاه کن، سوال های قبل 99 و 98، اینا رو خوب نکته برداری کن اگر نمیرسی کل کتاب بخونی. نکات طلایی سوال دو، در مورد تانجانت و کوتانجانت قبلا صحبت کردیم. خب دامنشون رو قبلا گفتیم، بردشون هم گفتیم، برای یادآوری اینجا آوردمش ولی دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم. بردش میشه آر، همه هم میدونیم. اما برای محاسبه حد این میشه حد، حد کسرهایی که مثل کسر زیر در بی نهایت، چقدر جمله بندی اون اشتباه بوده حالا که مهم نیست دیگه، برای محاسبه همچین کسرهایی که بچه صورت و مخرجون چند جمله ای هستن و حدشون در بی نهایت داره بررسی میشه، سه تا حالت داریم. منظور این بوده ممکن است یکی از سه حالت زیر باشه. جمله هم درست بود، من اشتباه خوندم، عذرخواهی میکنم. ببینید بچه همیشه وقتی حدتون داره به سمت بی نهایت میل میکنه، بیشترین درجه جمله‌ای که بیشترین درجه رو در صورت داره، یعنی بیشترین توان رو در صورت داره، بر روی بیشترین توانی که در مخرج میبینیم قرارش بدید. اگر درجه صورت با درجه مخرج برابر بود، مثلا 3x به توان 2 بر روی 4x به توان 2، اینا با هم خط میخوره، فقط این ضرایب میمونه. پس اگر درجه هاشون درجه صورت و مخرج با هم برابر بود، فقط ضرایبشون میمونه، A بر روی B. اما اگر درجه صورت بزرگتر از درجه مخرج بود چی؟ صورت میشه به بی نهایت میرسه، خیلی بزرگتر از مخرج میشه،
پس جواب من میشه مثبت منفی بی نهایت. اما اگر درجه مخرج بزرگتر بود چی؟ مخرج من ای داره بزرگتر میشه، مثل این میمونه یه سیبو دارم بین چند نفر تقسیم میکنم، تعداد نفرات هی زیاد میشه، خب از اون سیبه هیچی به هر نفر نمیرسه دیگه، پس جواب من میشه صفر. پس اگه درجه صورت بیشتر بود مثبت منفی بی نهایت، درجه مخرج بیشتر بود صفر، درجه ها برابر بود ضرایبشو میذارم. پس در هر صورت من بیشترین درجه صورت رو بر بیشترین درجه مخرج قرار میدم وقتی که x داره به سمت بی نهایت میل میکنه. سوال دو، در جاهای خالی عبارت مناسب رو قرار بدید. برد تابع تانجانت سری بزن آر، مجموع کل اعداد حقیقی. قسمت ب، حد تابع fx وقتی x به سمت منفی بی نهایت میره. آقا چه منفی بی نهایت چه مثبت بی نهایت فرقی نمیکنه، داره به سمت بی نهایت میره. حدش رو حساب کن، گفتم بهت بیشترین درجه صورت بر روی بیشترین درجه مخرج وقتی داره به سمت بی نهایت میره. درجه صورت بیشتر از مخرجه یا مخرج بیشتر از صورت یا برابر؟ کدومشه؟ کدوم یکی از این سوالته؟ درجه یکه وقتی توان نداره یکه. این سه، درجه مخرج بیشتره. بحث سیبه رو یادت نره، تعداد نفرات داره میره بالا، تقریبا به هیچ کس سیب نمیرسه. وقتی درجه مخرج بیشتر شد جواب صفر. بعدی، تابع اف ایکس مساوی ریشه سوم ایکس در ایکس مساوی صفر مشتق پذیر نیست. خط ایکس مساوی صفر را مماثل قائم منحنی میگیم. چرا؟ من این تیکر پاک کنم، این نکتهش بالا نذاشتم که همینجا بهت بگم. تعریف مشتق چیه بچه ها؟ وقتی میخواییم مشتق رو در یک نقطه مثل آ، یعنی مثلا در مشتق F در X مساوی A رو بخواییم حساب کنیم، طبق تعریف مشتق میگیم چیکار میکنیم؟ میگیم مشتقش در نقطه A برابر هست با لیمیت FX منهای اف آ بر روی ایکس منهای آ، ایکس هم به سمت آ میل کنه. حالا این شد تعریف مشتق. این داره میگه مشتق پذیر نیست. اگر لیمیت اف ایکس منهای اف آ بر روی ایکس منهای آ، یعنی همون مشتقش، وقتی ایکس داره به سمت آ میل میکنه، جوابش بشه مثبت بی نهایت یا منفی بی نهایت، در این صورت میگیم مشتق در این نقطه مشتق پذیر نیست. و حالا در کدوم نقطه داشتیم بررسی میکردیم؟ و ایکس مساوی آ مماسه قائم این منحنی است. این رو سعی کن یاد بگیری. خب حالا باید اینو بررسی کنیم، ریشه سوم x رو در x مساوی صفر بریم بررسیش کنیم. fx منهای f صفر بر روی x منهای صفر، x داره به سمت صفر میل میکنه. خب fx هم ریشه سوم x دیگه. منهای f صفر چقدر میشه؟ صفر رو بذار به جای x، ریشه سوم صفر میشه همون صفر بر روی x. در واقع دیگه اینو میتونم دیگه من همینجا یه راست نمینیسم، تو یه فلش بزن بنویس، ولی من دیگه اینجا نمینیسم. خب لیمیتشو فراموش نکن. ببین اگر اینو ضرب در یه ریشه سوم در این ریشه سوم کنم، کلن یادت باشه صورت و مخرج کسر رو در یک عدد ضرب کنی، هیچ اتفاقی برای مقدار اون کسر نمیفته، به شرطی که صورت و مخرج رو همزمان در اون ضرب کنی. این توانش یکه، ضرب در ریشه سوم x به توان دو بکنمش. ببین اصلا این مثال کتاب با تو امتحان اومده، عیناً داخل کتابه، اگه اشتباه نکنم صفحه 80 باید باشه. ضرب در ریشه سوم x به توان دو کنم. چرا x به توان دو؟ وقتی پایه ها برابرن در هم ضرب میشن، توان ها جمع میشن، توان یک، توان این دو با هم جمع میشه، میشه توان سه.
مخرج چی؟ x ریشه سوم x به توان 2. خب این توان 3 با این فرجه 3 ساده میشه، چی به جاش میاد؟ رادیکاله میپره. توان 3 و فرجه 3 ساده میشه، رادیکاله میپره، یه دونه x میمونه. خب این x با این x مخرج بپره چی میشه؟ لیمیت 1 بر روی ریشه سوم x به توان 2. x هم داره به سمت چند میل میکنه؟ 0. آقا صورت عدده، مخرج x داره به سمت 0 میل میکنه. خب به جای x بذارم 0، مخرجم میشه 0. عدد بر روی 0 چی میشد؟ بی نهایت. گفتیم جواب این حد اگر شد چه مثبت بی نهایت چه منفی بی نهایت، تو همون نقطه x مساوی 0، تو همون نقطه A، حالا اینجا 0 x داره به سمت 0 میل میکنه، پس x مساوی 0 مماس قائمه. حله؟ بریم سراغ سوال 3. در مورد انتقال من توضیح دادم، توضیحات تو ویدیوی قبلی هست، محض اطمینان همه نکاتش رو دوباره آوردم، فقط یه چیزی اضافه کردم. انبساط و انقباض و انتقال عمودی روی برد تابع تأثیر میذاره. حالا انبساط و انقباض و انتقال افقی روی دامنه تابع تأثیر میذاره. گرفتی چی شد؟ اینو خوب بهش دقت کن. حالا تو سوال بیشتر باش آشنا میشیم. سوال 3، نمودار تابع ایگرگ مساوی اف ایکس در شکل زیر داده شده. نمودار تابع ما اینه. الف، نمودار تابع ایگرگ مساوی 3 برابر اف 1 دوم ایکس رو رسم کنید. خب ایگرگ ها داره 3 برابر میشه، ایکس ها چی؟ ببین هر چی اینجا پشت ایگرگ بود همون کارو باشه انجام بدید، ولی گفته بودم بهت ایکس نخاله است، هر کاری روش در واقع داری میبینی داره روش اجرا میشه برعکسش رو انجام بده. یعنی ضریبش مثلا داره تقسیم، الان داره x ضرب در 1 دوم میشه، در واقع داره x داره تقسیم بر 2 میشه دیگه، تو ضرب در 2 کن. اگه ضرب در 2 شد تو تقسیم بر 2 کن، ولی واسه y نه. y رو الان 3 برابر میکنیم، x رو ضرب در 2 میکنیم. گرفتی؟ خب نقاط مختلف رو با هم بررسی کنیم. الان این تیکر نگاه کن، این نقطه صفره، صفر و صفره، مثلا در هر چی ضرب کنم باز همون صفر و صفر باقی میمونه. این نقطه رو ایکسش منفی 1 2 برابر بشه میشه منفی 2، 2 برابر باید بکنیم خلاف این دیگه، ایکسش منفی 1 2 برابر بشه میشه منفی 2، ایگرگش 1 3 برابر بشه میشه 3، پس ایکسش میشه منفی 2 ایگرگش میشه 3. این نقطه چی؟ من اینو با قرمز میذارم. این نقطه چی؟ ایکسش منفی 2ه، 2 برابر بشه میشه منفی 4، ایگرگش هم 0 3 برابر بشه باز همون 0 باقی میمونه، میفته اینجا به این شکل. این نقطه، ببینید نقاط خاصی، همه نقاط رو نمیخواد بررسی کنی، الان گوشش و نقاط تیزش رو بررسی کنی الان بهتره دیگه واسه ما، ابتدا انتها و نقطه وسط که تغییر کرده. الان این نقطه مختصاتش چیه؟ 2 و منفی 2. خب ایکسش 2، 2 برابر بشه میاد اینجا، میاد رو 4، ایکسش میشه 4، ایگرگش منفی 2، 3 برابر بشه میشه منفی 6، این منفی 5، اینم منفی 6، پس ایکسش میشه 4، ایگرگش میشه منفی 6. بریم سراغ این نقطه، ایکسش 3 هست و ایگرگش هم 0، ایکسش 3 2 برابر بشه میاد روی 6، ایگرگش هم که همون 0 باقی میمونه. تابع جدید شد. خب حالا گفته همین تابعی که رسم کردی دامنه‌شو تعیین کن.
فقط دامنش رو از من خواسته. دامنه رو بخواد یعنی چی؟ یعنی که فقط به ایکس ها وصلش کنم. ببینم چه ایکس هایی رو درگیر کرده نکن، چه ورودی هایی رو پذیرفته. از چند تا چند ایکس داشتیم؟ از منفی 4 تا 6. دامنه اف جدید، حالا اسمشو میذارم اف 1 چون اف اصلیمون اون اف دیگه، اسم جدیده رو که قرمز کشیدم میذارم اف 1 میشه از منفی 4 تا 6. ایکس ها از منفی 4 بوده تا 6. تو منفی 4 توپر بوده، تو 6 هم توپر بوده، پس به این شکل بسته میشه. حالا میخوام یه چیزی بهت نشون بدم. من که اینا رو نوشتم تموم شد، یه سری نکته بالا وسط نوشتم که انبساط انقباض و انتقال عمودی روی برد تاثیر میذاره، افقی رو دامنه. دامنه تابع اصلی من چی بوده؟ دامنه ایف من از منفی 2 بوده تا 2. درسته؟ از منفی ببخشید، از منفی 2 بسته بوده تا 3. این 3 اینجا دامنه چی میتونه تغییرش بده؟ انبساط، انقباض و انتقال افقی. ما اینجا چی داشتیم؟ ما اینجا افقی چه اتفاقاتی افتاد؟ چون دارم دامنه رو بررسی میکنم، افقی چه اتفاقی افتاد؟ ایکس هم دو برابر شد. خب پس دامنه هم دو برابر میشه، این میشه منفی 4، این میشه 6. یعنی بدون اینکه رسم کنم هم میتونم بگم این نکات رو ببین، نکات عالی. حالا اینکه یه کوچولوشه، نکات عالی رو تو پروژه گفتیم، یعنی ما اونجا ترکوندیم واسه کنکورتون، اینا که یه چشمشه. حالا اگه برد و خواسته بود چی؟ بردم میرفتیم میتونستیم همینجوری بگیم، بگیم چه برد تابع اصلی رو به دست میابردم. بعد بیا همین الان بهت میگم برد یعنی چی؟ یعنی که وصلش کنم به محور ایگرک ها دیگه. این یکه، این هم حرفی دوه، بردش میشه از منفی 2 تا 1. چه اتفاقی برای عمودیش افتاده؟ ایگرک ها 3 برابر شده. پس تابع جدیدی که رسم کردم میشه از منفی 6 تا 3، که همون چیزی بود که اصلا دیدیمش، اینجوری شده بود دیگه، یه هم چیزی شده بود، از منفی 6 تا 3 واقعا جواب میده. ولی خب شما، از شما میخوان که شکل رو رسم کنید و رو شکل بگید. ولی اگر شک داشتی و خواستی چکش کنی، از این روش میتونی انجامش بدی. خب اگر ضابطه تابع اف او جه یا اف او جه چجوری معلوم میکردم به صورت این شکلی بنویسم؟ میگفتم اف جی ایکس، از چپ میخونم اف جی ایکس، اف جی ایکس. اگر ضابطه اف او جه رو به همراه اف، ببین بیرونیه این اولیه، به همراه اف داده باشه و داخلیه رو بخواد، یعنی راستیه داخلیه رو بخواد، کافیه که بیام چیکار کنم؟ مگه من ضابطه اف رو ندارم جی ایکس رو به عنوان ورودی بهش بدم؟ مثلا اگه بوده اف ایکس مساوی ایکس به توان 2 به علاوه 1، حالا میگم اف جی ایکس مساوی هست با جی ایکس به توان 2 به علاوه 1. منظور این بوده جی به توان 2 ایکس، چون تابه وقتی به توان میرسه به این شکل توان رو بزه. خب حالا از طریق ضابطه اف ایکس من اف جی ایکس رو به دست آوردم، اما از طرفی خودش یه ضابطه واسه اف او جه بهم داده بود، مساویش میذارم. الان رو مثال نگاه کن، رو سوالی که در امتحان نهایی بوده، اگر اف او جه ایکس یا اف جی ایکس این باشه ضابطش و اف ایکس هم این باشه، همین تابع بیرونیه این باشه، درونیه رو بخواد جی ایکس رو بخواد، چیکار میکنی؟ میگم آقا مگه من اف جی ایکس رو ندارم؟ این یه ضابطه، یه دونم خودم میتونم بنویسم. اف ایکس مگه این نیست؟ ایکس رو به عنوان ورودی بهش بدم 3 برابر میشه بنه 4. حالا اگر به جای ایکس جی ایکس بهش بدم چی؟ میشه 3 برابر جی ایکس منهای 4. این ضابطه اف جی ایکس شد. از طرفی ضابطه‌شو خودش بهم داده بود،
3x2 منهای 6x به علاوه 14. اینا که با هم فرق ندارن، با هم یکی هن. خب کافیه که جی ایکس رو تنها کنم، 4 رو ببر اونور میشه 3 برابره جی ایکس مساوی 3x2 منهای 6x به اضافه 14 منفی 4 هم بره اونور میشه به علاوه 4 میشه 18. 3 برابر جی ایکس، این ضریبش رو از بین ببر، طرفین رو تقسیم بر 3 کن، در نتیجه این تقسیم بر 3 میشه جی ایکس، این تقسیم بر 3 میشه x به توان 2، منفی 6 تقسیم بر 3 میشه منفی 2x، 18 هم تقسیم بر 3 میشه 6. جی ایکس من به دست. به همین سادگی هر وقت به همچین شکلی رسیدی همین کارو بکن، جی ایکس رو تنها کن، کامل به دست میاد. یه بار جی ایکس رو به این دادم، یه ضابطه بر حسب جی ایکس به دست آوردم. خب حالا اف جی ایکس رو خودش هم بهم داده بود، اینم مساوی این گذاشتم، جی ایکس رو تنها کردم به دست اومد، هیچ کار خاصی هم انجام ندادم. بریم سراغ نکات طلایی سال 5. خب حالات کلی سینوس کوسینوس رو قبلا هم بهتون گفتیم تو ویدیو قبلی، براتون دوباره اینا رو آوردم، این فرمولا رو گفتم باید حفظ کنید، سه تا فرمول بود که باید حفظشون می‌کردی. گفته دور تناوب و مقادیر ماکسیمم مینیمم تابزی رو به دست بیارید، یعنی واقعا مفتر از این نمره نداریم، نداریم آ، باید اینو بنویسی. خب دور تناوب می‌خوام به دست بیارم، ضریب x ضریب x میشه همین b، یادته y مساویه a برابر کوسینوس bx به اضافه c، به اضافه c. اصلا بیا من یه کاری میکنم، اینو به همین شکل مینویسم برات، فقط مرتبش میکنم، منفی کوسینوس پی دوم x منفی کوسینوس پی دوم x به علاوه رادیکال 3، این پشتش مثبت دیگه، به علاوه رادیکال 3. خب الان میتونم نتیجه گیری کنم، این منفی 1 آه 1شو دیگه نمیذاریم دیگه، منفیشو فقط میذاریم وقتی ضریبه، پی دوم x ضریب x بیه، اینم که اینور جمع شده سیه. خب دور تناوب میخواستم به دست بیارم، تی مساوی 2p بر روی قدر مطلق b، تی من میشه 2p بر روی پی دوم، به جای b میذارم پی دوم. خب هر وقت اینجوری شد، یک کس تو مخرج داشتی یک کس تو صورت داشتی، به اینی که میدونه مخرج یک بده چه ایرادی داره، یه مخرج یک به همه میتونیم بدیم، هر عددی تقسیم بر یک بشه میشه همون عدد دیگه، هیچ فرقی نمیکنه. دور در دور، نزدیک در نزدیک، دور در دور میشه 4p، نزدیک در نزدیک 1 ضرب در پی هم میشه پی. این دوتا با هم ساده میشن، 4 باقی میمونه، پس دور تناوب من میشه 4. ماکسیمم مینیمم هم خواسته، ماکسیمم میشه قدر مطلق آ به علاوه سی، مینیمم میشه منفی قدر مطلق و منفیشو جا نندازی، باز به علاوه سی، این دوتا یکی هم. قدر مطلق آ من چیه؟ منفی یکه، قدر مطلق منفی یک به اضافه سیم چقدر؟ رادیکال سه. قدر مطلق منفی قدر مطلق منفی یک به اضافه رادیکال سه. ماکسیموم من میشه قدر مطلق منفی یک میشه مثبت یک به اضافه رادیکال سه. قدر مطلق این میشه مثبت یک، ولی یه منفی هم پشتش داره، منفی یک به اضافه رادیکال سه. اصلا بذار اینجوری بهت بگم، تابر انگار این تابر رو به اندازه رادیکال سه رو محور یک ها برده بالا. خب در حالت عادی یه سینوس یا یک کوسینوس ماکسیموم مینیمومش در حالت عادی چی بود؟ منفی یک تا یک بود دیگه، منفی یک مینیموم، مثبت یک ماکسیموم. خب حالا به اندازه رادیکال سه واحد بردتش بالا، مینیمومش هم رادیکال سه واحد اومده بالا، منفی یک بذار رادیکال سه، ماکسیمومش هم رادیکال سه واحد اومده بالا، تمام. بریم سراغ بعدی، روابط بین نسبت های مثلثاتی رو فکر کنم در ویدیو قبلی هم براتون گذاشته بودم، اما خب یه مروری با هم داشته باشیم. سینوس دو آلفا یا دو ایکس برابری میکنه با دو تا سینوس ایکس در کوسینوس ایکس. ممکنه همچین چیزی رو داشته باشیم، مثلا این تیکر رو داشته باشیم،
خب تو معادلات مثلثاتی که به این شکل هستن و هر دو طرف باید جنسشون یکی باشه، یعنی هر دو طرف یا سینوس باشن یا کوسینوس باشن یا تانژانت یا کوتانژانت. فقط یه چیز اینجا بگم، شما اکثرا تانژانت سینوس کوسینوس می‌بینید، زیاد فکر تو درگیر تانژانت کوتانژانت نکن. چی می‌خواستم بگم؟ آها، واسه اینکه هر دو طرف باید یکی باشن، پس دو تاشون همزمان با هم اوکی نیست، باید از بین بره. خب وقتی هم چیزی رو میبینم باید یاد این بیفتم یه دونه دو کم داره، بیا چیکار کن؟ یه دونه دو مگه کم نداره؟ بذار اینجا یه دونه هم یک دوم توش ضرب کن، یک دوم ضرب در دو میشه یک دیگه، پس در مقدار هین هیچ تأثیری نمیذاره، هیچ تغییر ایجاد نمیکنه. گرفتی چی شد؟ واسه اینکه یه دونه دو پشتش ایجاد کنم به این فرمول برسم، یه دونه دو توش ضرب کردم، یه دونم دو تقسیم کردم که مقدار من رو تغییر نده، مجاز باشم. خب حالا همچین چیزی رو به جاش میتونم چی بنویسم؟ سینوس 2x. از این هم زیاد ممکنه استفاده کنیم. گرفتی چی شد؟ حتی از این به چه شکل؟ مثلا به جای سینوس به توان 2x بذارم یک منهای کوسینوس 2، یا به جای کوسینوس به توان 2x بذارم یک منهای سینوس به توان 2x. بچه اینا رو با تمرین کنید، سوال امتحان نهایی رو حل کنید، در هر آزمونی از امتحان نهایی یه دونه سوال معادلات مثلثاتی بوده، حالا در لایوی که قرار بذاریم براتون پیش بینی سوال امتحان نهایی براتون میکنم، بهتون میگم که کدوم قسمت رو همش داره تکرار میشه. یکی از قسمت هایی که داره تکرار میشه معادلات مثلثاتی است. فرمولش هم اینجا هست، اگر سینوس یو مساوی سینوس آلفا باشه، یو من یه بار مساوی دو کاپی به علاوه آلفا میشه، یه بار مساوی دو کاپی به علاوه پی منهای آلفا. کارا رو توی امتحان قبلی براتون انجام دادم، توضیحاتش رو دادم، دیگه نمیخوام وقت سرش بذارم. معادله مثلثاتیه کوسینوس x ضرب در 2 کوسینوس x منهای 9 مساوی 5 رو حل کنید. خب همیشه هم یادتون باشه، حالا با حل این سوال میفهمید، همیشه هم قرار نیست که از اون روابط نسبت‌های مثلثاتی استفاده کنیم، گاهی اوقات نیاز نمیشه و به نظر من اگر نیاز نشه که چه بهتر، بازش کنین و که معنا نداره، من نمیتونم حلش کنم. این یه بار ضرب در این میشه، یه بارم ضرب در این. کوسینوس x ضرب در 2 کوسینوس x بشه میشه 2 کوسینوس به توان 2 x. کوسینوس x ضرب در منفی 9 بشه میشه منهای 9 برابر کوسینوس x، 5 هم بیار این طرف میشه منفی 5 مساوی 0. آقا کوسینوس x رو برابر t بگیر، این شد یه معادله درجه 2، 2 t 2 منهای 9 t منهای 5 مساوی 0. یه دلتا بزن حلش کن دیگه، هیچ روشی واسه حلش به ذهنت نرسید، یه دلتا بزن. ضرایب که مشخصه، ضریب تی دو میشه آ، ضریب تی میشه بی منفی 9، سی هم میشه منفی 5. یه دلتا بزن، دلتا میشه بی به توان 2 منهای 4 برابر آ در سی، این فرمول افس باش مساویه، بیمون منفی 9، منفی 9 به توان 2 منهای 4 برابره آمون 2، سیمون هم منفی 5. منفی 9 به توان 2 میشه مثبت 81، منفی به توان 2 برسه منفی ضرب در منفی میشه مثبت 1. منفی در منفی ببین بین این سه تا ضربه، منفی در منفی میشه مثبت 4، 2 تا 8 تا 8 5 تا 40 121. دلتا وقتی بزرگتر از صفر بشه ما دو تا ریشه حقیقی داریم، اگه مساوی صفر بشه یه دونه و اگه منفی هم بشه که اصلا جواب نداره، میگیم جواب حقیقی ندارد. خب این از این. متغیر من تی بود، دارم واسه این به دست میارم، تی من میشه منفی به مثبت منفی رادیکال دلتا بر روی دو آ. اگر من یه ذره زود پیش میرم با اینکه همه نکات رو برسم بگم، خیلی دوست دارم ملو درس بدم اما وقتش اونقدر نیست که ویدیو رو خیلی طولانیش بکنم، پس اگر جایی رو مشکل داشتی ویدیو رو بزن به عقب و دوباره نگاه کن، سوال هم میتونی برای ما بذاری، کامنت بذاری، ما جواب میدیم حتما. خب
منفی ب، منفی ب، حالا ب چیه؟ منفی 9 خودش. مثبت منفی رادیکال دلتا 121 بر روی دو برابر آ. منفی در منفی، مثبت 9 مثبت منفی رادیکال 121 میشه 11، جذر 121 میشه 11، 11 11 تا 121 دیگه، جذر 121 میشه 11. دو تا هم 4 تا. آقا یه بار مثبتش رو حساب میکنم یه بار منفیش رو، سی مساویه. 9 به علاوه 11 میشه 20، تقسیم بر 4 بشه میشه 5. 9 منهای 11 میشه منفی 2، تقسیم بر 4 منفی 2 چهارم یا منفی 1 دوم. خب تی من چی بود؟ کوسینوس ایکس بود. اینو یادت نره که باختی ها، چون مدل مثلثاتی رو حل کنی درسته از درجه 2 کمک گرفتم به خاطر شباهتش، ولی اصل داستان رو منو مونده. تی من مساوی 5 باشه در نتیجه کوسینوس ایکس مساوی 5، تی من مساوی منفی 1 دوم باشه در نتیجه کوسینوس ایکس مساوی منفی 1 دوم. مقدار سینوس و کوسینوس داره بین منفی 1 تا 1 تغییر میکنه، از منفی 1 نمیتونه کمتر باشه، از مثبت 1 هم نمیتونه بیشتر باشه، چجوری شد 5؟ خب پس این غیر قابل قبوله. یه دونه همینجوری بنویسی غیر قابل قبول حله، پس 5 نمیتونه باشه. اما کوسینوس ایکس مساوی منفی 1 دوم اوکیه. گرفتی چی شد؟ کوسینوس چه زاویه‌ای میشه 1 دوم؟ کوسینوس 60 درجه، یعنی پی سوم. اما این شده منفی 1 دوم. یک واژه‌ای بود که قبلا ده همه دبیران میگفتن و هنوزم میگن، هستک. ربع اول همه مثبت، ربع دوم سینوس مثبت، ربع سوم تانژانت کوتانژانت مثبت، ربع چهارم هم کوسینوس مثبت. همه و کوسینوس مثبت یعنی ربع اول و چهارم کوسینوس مثبته. پس این ربع اول و چهارم نیست، چون من باید زاویه ای رو پیدا کنم که طرف هر دو طرف کوسینوس داشته باشم دیگه، به جای این کوسینوس آلفا بذارم. ببینم چه زاویه ای کوسینوسش میشه منفی 1 دوم. پس یا ربع دومه یا ربع سومه. خب چه زاویه ای میشه کوسینوسش 1 دوم؟ 60 درجه یا پی سوم؟ بر حسب رادیان باید بگی، من اینا رو بهت گفتم باید حفظ کنی، بر حسب رادیان باید بگی. خب پی سوم کافی، ربع دوم رو ایجاد کنم، کوسینوس x مساوی کوسینوس پی منهای پی سوم یا پی به علاوه پی سوم. اینا رو پاک کنم، دایره مثلثاتی رو به اول دوم سوم چهارم. پی پی منهای آلفا، ببین پی اینجاست، پی دوم اینجاست، صفر و دو پی، سه پی دوم. پی دوم منهای آلفا، آلفا یه زاویه است بین 0 تا 90. پی دوم منهای آلفا میفته ربع اول، پی دوم به علاوه آلفا میفته ربع دوم. پی منهای آلفا میفته ربع دوم، پی به علاوه آلفا ربع سوم. ببین من ربع دوم و سوم کوسینوس هم منفی میشه. خب الان پی منهای آلفا گذاشتم، پی منهای آلفا میفته اینجا، کوسینوس اینجا منفیه. کوسینوس چه زاویه‌ای میشد 1 دوم؟ پی سوم. خب من نوشتم پی منهای پی سوم. طبق قوانینی که داشتیم مضارب فرد پی دوم در این تیکه میبینم، یعنی مثل پی دوم یا سه پی دوم؟ نه نمیبینم. خب وقتی نمیبینم میتونم یک راست بنویسمش که کوسینوس پی سوم کوسینوس ایکس مساویه. خب کوسینوس پی منهای پی سوم رو حواست باشه اینجا، پی منهای پی سوم یه مخرج مشترک ازش بگیر، یه مخرج یک به این بدم، این سه برابر شده، پس صورتش هم سه برابر، منهای پی میشه دو پی سوم. پس در نتیجه
یه به جهش پرانتز دیگه نمیخواد بزنم روی اینجا میشه کوسینوس دو پی سوم. آقا این همون یوه، این هم همون آلفا. کوسینوس یو مساوی کوسینوس آلفا شده، در نتیجه یو مساوی دو کا پی مثبت منفی آلفا میشد دیگه. پس الان ایکس من میشه دو کا پی مثبت منفی دو پی سوم. همینو تمام. بریم سراغ سوال هفت. رفع پام سف سفروم. خب گاهی اوقات من نمیدونم دقیقا همین نکته رو اونجا آورده بودم یا نه، نمیدونم، چون یه سری چیزها یادم اضافه کردم واسه همین دوباره عروش میریم جلو. گاهی اوقات به سف سفروم میرسه جواب حد اون، بعد رفع پام کنیم. در ویدیو قبلی هم داشتیم رفع پام باید بکنیم. ممکنه ما نیاز داشته باشیم در برای رفع پام تاب کسریمون صورت و مخرج رو در مزدوج عامل صفر کننده ضرب کنیم که بتونیم عامل صفر کننده رو از بین ببریم، یا خیلی حرکت های دیگه مثلا که ساده سازی بعد انجام بدیم که روی سوال بهتون میگم دیگه. یکی این موضوع در مورد صفر صفر رو، چون ممکنه فقط مزدوج ضرب مزدوج نباشه، مثلا یه همچین چیزی داشته باشیم. این نه، خب من میتونم مثلا لیمیت اینو دارم حساب میکنم، خب این میشه صفر صفر وقتی ایکس به سمت صفر میل میکنه. خب از یه ایکس فاکتور میگیرم، این با این ساده میشه لیمیت ایکس منهای یک دیگه صفر صفر نمیشه. حالا نکته بعدی، اگر در محاسبات به عدد بر روی بی نهایت برسیم پاسخ میشه صفر. یه سیب و بین بی نهایت آدم تقسیم کن، چقدر به هر نفر میرسه؟ صفر دیگه، هیچی به هیچ کدومشون نمیرسه. پس اینو هم حواستون باشه، فقط این عدد غیر صفر را اگر دستم کشیده شد، اگر این عدد صفر باشه دیگه صفر بر روی صفر میشه همون صفر صفر مبهمه دیگه، به درد من نمیخوره. نکته بعدی، قدر مطلق داشته باشیم. خوب باید حواسمون باشه، یک، قدر مطلق عدد منفی رو تبدیل میکنه به مثبت، فقط صفر یا مثبت عبور میده. اگر عدد منفی بود تبدیلش میکنیم به مثبت، و ما واسه اینکه یه موقع بخوایم بفهمیم داخل قدر مطلقمون عبارتمون مثبت میشه مقدارش یا منفی، میتونیم ریشه عبارت داخل قدر مطلق رو به دست بیاریم، داخلش رو مساوی صفر بزنیم ریشهش رو به دست بیاریم. اون عددی که داره x به سمتش میل میکنه اگر از اون ریشه بیشتر باشه داخل قدر مطلق مثبت میشه، اگر از اون ریشه کمتر باشه داخل قدر مطلق منفی میشه. این از این. و اما داخل جزء صحیح، جزء صحیح اگر داخلش یک عدد بین دو تا عدد صحیح قرار بگیره، یعنی مثلا یه ایکسی دارم، ایکس بین دو تا عدد صحیح قرار داره، خورده است، مثلا دو و نیم، خب دو و نیم بین دو و سه قرار داره دیگه. جزء صحیح، جزء صحیح دو و نیم میشه گرد میشه به سمت این چپیه دو میشه، جزء صحیح سه و نیم میشه سه، جزء صحیح منفی دو یک دهم منفی دو یک دهم اینجاست بین منفی سه و منفی دو به سمت گرد میشه، میشه منفی سه. عدد کوچیکتره رو تحویل میده. واسه منفی ها خیلی خوب دقت کن، اگر شک کردی سریع محور بکش. اما اگر عدد من صحیح باشه داخلش به همون شکل عبورش میده، منفی دو منفی دو، فقط با خورده ها مشکل داره. اینم از این. خب حد توابع زیرا در صورت وجود محاسبه کنید. خب الان اگر من سه رو در اینجا جایگذاری کنم میشه سه سه تا نه تا، سه دو تا هم منفی شیش، منفی شیش با منفی سه منفی نه، یه مثبت نه هم اینجا بود، این شد صفر. یه سه بذارم اینجا، سه علاوه شیش میشه نه، رادیکال نه میشه سه، سه اینجا، یه دونه سه هم اینجا بذارم، سه منهای سه صفر میشه صفر صفر و مبهم. پس عامل صفر کننده رو من باید از بین ببرم. تو مبهم بودنش رو بنویس، ایراد نداره بنویس صفر صفر و مبهم. برای رفع پامش چیکار کنیم؟
برای رفع پامش چیکار میتونیم بکنیم؟ آقا من اینجا یه چیز مزدوج مانند میتونم ببینم، یه تیکه از مزدوجه. مثلا اگر داشته باشم ببین الان داره صفرش میکنه دیگه، یکی از عواملیه که داره صفر میکنه عبارت منو، x منهای این عبارت، این جذر این میشه وقتی x رو بذارم 3، جذر این میشه 3، به جای اینم بذارم 3، 3 منهای 3 میشه 0. خب یکی از عوامل صفر کننده رو میتونم از بین ببرم. پس چیکار میتونم بکنم؟ x به توان 2 منهای 2x منهای 3 رو بر روی x منهای رادیکال x علاوه 6 رو صورت و مخرج رو ضرب در مزدوج یکی از عوامل صفر کننده میکنم. اینا مشکل حل میشه یا نه؟ ضرب در x به علاوه رادیکال x علاوه 6 بر روی x به علاوه رادیکال x علاوه 6 میکنم. مزدوج این، ضرب در مزدوج این کردم، تنها تفاوتش در علامت بینشونه دیگه، فقط صورت مخرج رو همزمان باید ضرب کنیم، حواست پرت نشه. خب ببین آی منهای بی ضرب در آی به علاوه بی بشه میشه آ به توان دو منهای بی به توان دو، این قاعده مزدوج بود. الان اینجا هم میشه ایکس به توان دو منهای این رادیکال x به علاوه 6 به توان 2. خب توان 2 رادیکال رو میپرونه، x به علاوه 6. صورت من چی میشه؟ صورت من در اینجا چه اتفاقی براش میفته؟ خب x2 منهای 2x منهای 3 ضرب در x به علاوه رادیکال x به علاوه 6 میشه. اینا رو تجزیه کن، x به توان 2 منهای 2x منهای 3 یه دونه جمله مشترک میتونه باشه، میتونه چی باشه؟ x x ضربش دو تا عدد که شده منفی 3. خب به اینجا دقت کن، ضرب دو تا عدد شده منفی 3، منفی شده، پس یکیشون مثبت بوده یکیشون منفی. خب وقتی یکی مثبت میشه یکی منفی، ببین اینا مال گذشته است، مال پایه نهمه، ولی دارم سعی میکنم میگم مرورش میکنم. وقتی ناهملامت هستن اینجا اختلاف داریم، اگر هملامت بودن یعنی اصلا این مثبت میشد میگفتیم دو تا عدد هملامتان با این علامت، منفی بود جفتش منفی، مثبت بود جفتش مثبت، و اینجا جمع داشتیم. اما وقتی علامتشون متفاوته، دو تا عدد با علامت متفاوت از هم کم میشن، تفریق داریم، پس اینجا اختلاف داریم. چه اعدادی چه حالتهایی داریم که دو تا عدد در هم ضرب بشن میشن 3؟ خب فقط یک ضرب در 3 میتونه ضربش به اینجا برسه دیگه. خب حالا اینکه کدومشون اینجا بشینه مهمه، علامت پشت این مال عدد بزرگتر است، پس 3 منفی رو میگیره. خب این از این، این یکی رو هم تجزیه کنیم. اول از همه چیز من اینو خطش میزنم، میشه x به توان 2 منهای x منهای 6، این تجزیهش کنیم، ضرب دو تا عدد شده منفی، پس یکی مثبت یکی منفی. خب چه حالت هایی داریم که دو تا عدد در هم ضرب بشن میشن 6؟ 1 ضرب در 6، 2 ضرب در 3. وقتی ناهم علامت هم یعنی مختلف علامه هستن، علامتشون فرق داره، از هم کم میشن، اینجا اختلاف داریم. چه عدد اینجا میبینم؟ 1. 1 رو نمیذاریم دیگه، 1. اختلاف کدوم دو تا از اینا میشه 1؟ 3 منهای 2 میشه 1 دیگه، اختلافشون 1 واحده. پس یکی 3 یکی 2، کدومش این علامت رو میگیره؟ بزرگتره، بزرگتره علامت منفی رو میگیره. بنفش رو برداریم. آقا x منهای 3 تو صورت با x منهای 3 تو مخرج ساده میشه، چی واسه من باقی میمونه؟ من کامل اینجا برات مینویسم، کاری کنیم. مساوی میشه با لیمیت x به سمت 3. ببین عامل صفر کننده x منهای 3 تو جفتش از بین رفت، چی باقی موند؟ یه x به علاوه 1 تو صورت باقی موند، یه دونه x به علاوه رادیکال x به علاوه 6 تو صورت باقی موند بر روی، یه دونه x به علاوه 1 تو مخرج باقی موند. خب به جاشون 3 بذارم، این میشه 3 به علاوه 1 در 3 به اضافه رادیکال 3 به اضافه 6 بر روی 3 به اضافه 1
دیگه اصلا به 0 0 هم نرسیدیم. مخرج میشه 4، 3 علاوه 1 میشه 4، 3 علاوه 6 میشه 9، رادیکال 9 میشه 3، 3 علاوه 3 میشه 6، 6 تا 24 تا 24 تقسیم بر 4 هم میشه 6. جواب این حد شد 6. چون فضا نداریم اینو شورا پاکش کنم، بریم سراغ بعدی. آقا جزء صحیح داری؟ بذار داخلش جزء صحیح. 3 منفی منهای 3 بر روی 3 منفی منهای 3. 3 منفی یعنی از 3 کمتر، 2 خورده ای، 2 خورده ای بین 2 و 3 قرار داره دیگه. جزء صحیح به سمت کوچکتر میل سادش میکنه، گردش میکنه، میشه 2. جزء صحیح 3 منفی شد 2، 2 منهای 3 بر روی. این چیزی به دستش بیارم، 3 منفی یعنی یه ذره از 3 کمتر، مثلا بگیرش 2 9 دهم منهای 3 بشه، جواب چقدر میشه؟ منفی 1 دهم. یه ذره با 3، یه ذره از 0 کوچیک‌تر، یه ذره منفی‌تر نسبت به 0. یا ریشه اینو به دست بیار، x منهای 3 مساوی 0 بذار، میشه x مساوی 3، ریشه این 3 میشه دیگه. ما داریم از ریشهش کمتر میدیم، پس جواب این عبارت یه عبارت منفیه. 0 قبلا اینو بهت گفتم، عدد بر روی 0 میشه بی نهایت، اما با چه علامتی؟ منفی بر روی منفی میشه مثبت بی نهایت. در نمودار زیر خط دی در نقطه x مساوی 1 بر نمودار f مماس شده. این خط دی الان بر نمودار f من تا به f من مماس شده در نقطه x مساوی 1. خب در واقع الان در این نقطه ما اگر مشتق رو به دست بیاریم، یعنی شیب خط مماس رو به دست بیاریم، با شیب این خط دی برابره، چون خط دی در این نقطه مماس شده. خب شیب خط دی رو چجوری به دست بیارم؟ آقا دو نقطه از خط دی رو نیازم، خط دی این قرمز است، یکی این نقطه یکی این نقطه، مختصات این نقطه میشه 0 و 2، مختصات این نقطه هم میشه 1 و 0. ام خط دی چقدر میشه شیبش؟ ایگرگ 2 منهای ایگرگ 1 2 منهای 0 بر روی ایکس 2 منهای ایکس 1 میشه 2 بر روی منفی 1 منفی 2. شیب این خطه که بر تابع اف من مماس شده بود تو نقطه 1 برابر منفی 2 شد. پس در واقع میتونم بگم مشتق تابع اف من در این نقطه، یعنی اف پریم تابع من در نقطه x مساوی 1 هم برابر منفی 2 میشه، چون دقیقا اینم داره شیب خط مماس رو تو این نقطه میده دیگه. خب من شیب خط مماس رو به دست آوردم. این از الف. قسمت ب، شیب نمودار را در نقاط B و C مقایسه کنید. آقا شیب نمودار در نقاط B و C، وقتی میخوام شیب رو به دست بیارم یه خط مماس میکنم تو نقطه، تو نقطه B خط مماس بکشم اینجوری میشه، تو نقطه C خط مماس اینجوری میشه، کدوم شیبش بیشتره؟ این بیشتره یا این؟ معلومه دیگه MC بزرگتر از MAB، شیب بیشتر شده، سربالایی شده، سودی شده. میبینی چه سوالای ساده ای میاد، اساسا ترس و استرس نداره. خب مشتق پذیری یکی از شروط لازم، شرط کافی نه، یکی از شروط لازم برای مشتق پذیری پیوستگیه. یادت باشه حتما این موضوع رو بررسی کنی. بعد از اینکه یک تابع پیوسته بود، حالا میتونیم مشتق پذیری رو بررسی کنیم. به چه شکل؟ مشتق راست باید با مشتق چپ با هم برابر باشن. در ضمن قبل از اینکه اینو بگیم این یه دقیقه بذار کنار، تعریف مشتق به این شکله، هم بالاتر هم فکر کنم گفتیم لیمیت اف ایکس منهای اف آ برای ایکس منهای آ، ایکس به سمت آ میل کنه میشه اف پریم آ. در واقع مشتق تابع اف در نقطه آ به این شکل تعریف میشه،
مقدارش اف پریم آد به این شکل تعریف میشه. حالا وقتی میخوایم مشتق راست رو به دست بیاریم، یعنی اف پریم مثبت آ رو میخوایم به دست بیاریم، ایکس به سمت آی مثبت میل میکنه. وقتی میخوایم مشتق چپ رو به دست بیاریم، ایکس به سمت آی منفی میل میکنه. همون تعریف رو مینویسیم. حالا اگر مشتق راست با مشتق چپ برابر بود، مشتق پذیره. برابر نبود، مشتق پذیر نیست. به کمک تعریف مشتق، مشتق پذیری تابع قدر مطلق x دومین 4 رو در نقطه x مساوی منفی 2 بررسی کنیم. خب ببین، من میدونم که در x مساوی منفی 2 این یه تابع قدر مطلقیه. من میدونم که در این نقطه پیوسته هست. من میدونم که تو خالی نمیشه یا نمیدونم برش نخورده. یه تابع قدر مطلقیه دیگه، هفتیه دیگه. هرچند که داخلش x دو منهای 4 وجود داره. x دو منهای 4 اینجوریه. بذار اصلا مثلا تابش رو رسم کنم رو تابه وسط. تو نیازی نداری تابش رو رسم کنی. آقا x دو منهای 4 به این شکله. 4 واحد x دو رو بردیم پایین. این از x دو منهای 4. حالا قدر مطلق x دو منهای 4 اون قسمت های منفی رو بر میداره. میبینی پیوستگیشو داره، اصلا هیچ ناحیه برش نخورده. پس مینویسیم چون نمره داره، در x مساوی منفی 2 پیوسته هست. بیشتر میخواد تو اون مشتق پذیریه رو بررسی کنی تا پیوستگی. پس واسه همین تو بنویس در این نقطه پیوسته هست. بریم سراغ مشتق چپ و مشتق راست. در کدوم نقطه؟ در نقطه منفی 2. این مشتق راست، این هم مشتق چپ، میشه لیمیت اف ایکس. دیگه به جای اف ایکس خود تابع رو میذارم دیگه. x به توان 2 منهای 4 منهای f منفی 2 بر روی x منهای منفی 2. x هم داره به سمت منفی 2 مثبت میره، میشه لیمیت f x که x دو منهای x دو منهای 4 است منهای f منفی 2 بر روی x منهای منفی 2 وقتی x به سمت منفی 2 منفی داره میشه. خب این چی میشه؟ اینو دیگه من همینجا خط میزنم، میشه به x به علاوه 2 دیگه، منفی در منفی مثبت. f منفی 2 رو هم حساب کنم همینجا، میشه قدر مطلق منفی 2 به توان 2 منهای 4. خب منفی 2 به توان منفی 2 به توان 2 میشه 4، منهای 4 بشه میشه 0. پس f منفی 2 میشه اصلا 0. چی برای من باقی میمونه؟ لیمیت x به سمت منفی 2 مثبت، لیمیت x به سمت منفی 2 مثبت، ببخشید منفی 2 منفی، حواستون باشه به راست و چپ. چی باقی مونده در تابه؟ قدر مطلق x2 منهای 4 بر روی قدر مطلق بر روی ببخشید x علاوه 2. پایینی چی باقی مونده؟ قدر مطلق x2 منهای 4 بر روی x علاوه 2 بازم. خب من یه چیزی رو بهت بگم، در همچین مواردی ما باید در واقع قدر مطلقمون رو تعیین علامت بکنیم، اما من بهت میگم نمیخواد. این مگه یه اتحاد مزدوج نیست؟ داخلش x2 منهای 4، از مزدوج بودنش استفاده کن. چی کارش کنم؟ بنویس قدر مطلق x منهای 2 در x به علاوه 2. اوکی. خب گوش کن
منفی دو چه مثبت چه منفی، هولوهوش منفی دو دیگه، یه عدد منفیه. منفی بذارم اینجا با منفی دو جمع بشه هولوهوش منفی 4 در میاد، پس قطعا این منفیه. حالا بریم سراغ علامت این. x به علاوه 2 مساوی 0، x میشه منفی 2، ریشش منفی 2ه. از منفی 2 بیشتر بهش بدم این میشه مثبت، از منفی 2 کمتر بهش بدم این میشه منفی. منفی 2 مثبت دارم بهش میدم و ریشش بیشتر دارم بهش میدم، پس این میشه مثبت. اینجا منفی 2 منفی دارم میدم، از ریشش دارم کمتر بهش میدم، این میشه منفی. هیچ کس بهت اینجوری نمیگه، واسه اینکه جدول تعیین علامت نکشی دارم اینجوری بهت میگم. اوکی، پس ریشهشو به دست بیار ببین نسبت بهش چقدر فاصله داره. اینم همینطور، اینم مشخص، اینم میتونستی بگی ریشهش، منفی 2 رو تو جایگذاری نکن. ریشهش چقدر میشه؟ x منفی 2 مساوی 0 هزار، x مساوی 2 میشه. ریشهش 2ه، من دارم بهش منفی 2 میدم، دارم پایین‌تر از ریشه میدم، پس قطعا منفیه دیگه. اما واسه این خیلی ریسکی تره، بیشتر باید بررسیش کنیم. ریشش رو به دست آوردم، داخلش رو مساوی 0 گذاشتم، ریشش به دست اومد، x مساوی منفی 2. اینجا دارم از ریشه بهش بیشتر میدم پس مثبت میشه، اینجا دارم از ریشه بهش کمتر میدم، منفی 2 منفی، پس میشه عبارت هم منفی. خب مثبت در منفی میشه منفی، پس کل این عبارت داخل قدر مطلق منفیه، قدر مطلق منفی حالیش نمیشه، منفی داخلش باشه قرینش میکنه مثبتش رو میده بیرون. یه منفی توش ضرب میکنه، مگه این عبارت نفهمیدیم منفیه کلش؟ خب قدر مطلق قرینش میکنه که مثبت بده بیرون، پس الان مثبت رو داد بیرون، قرینش کرد، یه منفی ضرب کرد توش بر روی x به علاوه 2. خب این x به علاوه 2 با این x به علاوه 2 ساده میشه، چی باقی میمونه؟ لیمیت منفی x منهای 2، اینم منفی توش ضرب کن، منفی x میشه لیمیت منفی x به علاوه 2، x هم که به سمت منفی 2 بود، 2 مثبت. جواب چی میشه؟ منفی دیگه با مثبت منفیش دیگه کاری نداریم، منفی 2 اینجا قرار بگیره، منفی در منفی مثبت 2 با 2 جمع بشه میشه 4. یه سراغ پایینیه، منفی در منفی مثبت، عبارت داخلش مثبت میشه، پس قدر مطلق همینجوری میدادش بیرون. هر وقت قدر مطلق اینجوری داشتی حد حساب میکردی حواست باشه که اینجوری تعیین علامت کنی. این با این خط میخوره، چی باقی میمونه؟ لیمیت x به سمت منفی 2 منفی x منهای 2. آقا دیگه کاری بهش نداشته باش، منفی مثبتش منفی 2 رو بذارین تو، میشه منفی 2 منهای 2 منفی 4، مشتق چپ و راست با هم برابر شد، این منفی 4 این مثبت 4، نه برابر نشد، پس اف پریم مثبت منفی 2 با اف پریم منفی منفی 2 برابر نشد، پس مشتق پذیر نیست. حل مشتق تعاب زیر رو به دست بیار، فرمولای مشتق واسه تو جزوه قبلی قرار دادم، اونا رو باید حفظ کنی، باید حفظ کنی، سوالای امتحان نهایی قبلی رو هم حل کن تا دستت بیاد چطور باید مشتق رو به دست بیاری. آقا هر چی که میخواد تو پرانتز باشه باهاش کاری ندارم، من همه اینو یو در نظر میگیرم، اگر داشته باشم یو به توان n مشتقش میشه، توان میاد پشت، از یو مشتق میگیرم، خود یو رو می نویسم با یه توان کمتر، پس اگر یه همچین عبارتی داشته باشم بخوام ازش مشتق بگیرم، توان میاد پشت، از این عبارت یو یه مشتق میگیرم، بعد خود یو رو می نویسم با یه توان کمتر. الان اینو فرض کن یه یو اف پریم ایکس میشه، توان میاد پشت 8، از این عبارت داخلش یه مشتق میگیرم که حالا فرض کنیم هرچی میخواد بشه،
ضرب در خود عبارت منفی 3x به علاوه 1 بر روی x به توان 2 به علاوه 5 به توان یه دونه کمتر، 8 منهای 1 میشه 7. حالا مشتق خود اینو حساب کنم، این تو بذارم، مشتق سو ببین، مشتق افجیوم چی میشه؟ یا یوویوم، هرچی، دوتا عبارت چند جمله کسری، میشه مشتق صورت در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت برای مخرج به توان دو. اینا رو باید حفظ باشی. مشتق صورت من چیه؟ این که مشتقش صفره، مشتق اینم میشه منفی 3. ضرب داره مخرج منهای مشتق مخرج، مشتق این که صفره، مشتق این همشه 2x، منهای 2x برابر صورت. بر روی مخرج به توان 2. تموم شد، ساده کردنم نیاز نداره. بیایم سراغ اینه کی؟ مشتق دو تا عبارت دارن تو هم ضرب میشن، وقتی ضرب میشن f ضرب در g مشتقش میشه f پریم g به علاوه g پریم f، مشتق اولی در دومی به اضافه مشتق دومی در اولی، پس g پریم x میشه مشتق اولی در دومی. مشتق اولی چیه؟ 1x. خودش یه چیزی کسریه دیگه، اصلا سختش نکن کارو. البته اینو میتونی حفظ کنی ها، مشتقش چی میشه؟ حفظ باشی، ولی خب حفظ نمیخواد بکنی. مشتق اینو میخوام بگیرم، مشتق صورت در مخرج منهای مشتق مخرج که میشه 1 در صورت برای مخرج به توان 2 میشه منفی 1 برای x به توان، این صفر بود، منفی 1 برای x به توان 2. پس مشتق اولی میشه منفی 1 برای x به توان 2. ضرب در دومی، عیناً دومی نوشتم، به اضافه تو ضرب به اضافه داریم، تو تقسیم منها داریم، به اضافه مشتق دومی در اولی. مشتق دومی چی میشه؟ رادیکال. ببین رادیکال u میشه u پریم بر روی 2 رادیکال u. خب حالا رادیکال 3x به علاوه 2 مشتقش میشه، این رادیکال u عبارت داخلش مشتقش میشه 3 بر روی 2 برابر رادیکال 3x به علاوه 2، مشتق عبارت داخل رادیکال میاد تو صورت. عبارت دیگه ای که نمون، بله جفتش حساب کردم، دو تا داده بود. بریم سراغ سوال 11. برای به دست آوردن تغییرات یک تابع در یک بازه میتونیم از رابطه زیر استفاده کنیم. در واقع مثلا فرض کن تابمون پی هست، پی تی مثلا. خب ما داریم تغییرات تابمون رو بررسی میکنیم، یعنی دلتا پی در یک بازه از آ تا بی برای مثلا دلتا تی توی بازه زمانی میشه پی دو، یا مثلا پی بی منهای پی آ تو بازه زمانی بر روی بی منهای آ. اینجا برات فرمولشو گذاشتم، چیز ببین روتینه اینجور سوالا و حتما هم میاد تو امتحانت، پس خوب یاد بگیر من چی کار میکنم، طبق روش من عمل کن. این یه موضوع، موضوع بعدی آها به این راستی متوسط هم میگیم، تو امتحان قبلی مقدار متوسط بود، سرعت متوسط بود گفتیم، این همون متوسط است، هیچ فرقی با اون نداره، به یه شکل دیگه اومده بیانش کرده. و همچنین وقتی اسم آهنگ تغییرات رو شنیدی یعنی مشتق، کافیه برای به دست آوردن آهنگ تغییرات در یک نقطه مشتقشو به دست بیاری. مثلا اگه تابع من f باشه f پریم آ رو دست بیار. بریم رو سوال، ببین سوال چی گفته. یک توده باکتری پس از t ساعت دارای جرم اینه، پس این تابع منه، mt منه، mt گرم است. الف جرم این توده، همون m جرمشه، جرم این توده باکتری در بازه زمانی t بین 1 تا 4 دیگه بسته هم است، در بازه زمانی 1 تا 4 چند گرم افزایش پیدا کرده، چقدر تغییر کرده.
قبول داری میشه دلتا ام؟ چقدر اختلاف پیدا کرده، چقدر تغییر کرده، میشه دلتا ام. حالا در بازه زمانی 1 تا 4 متوسطش رو حساب کن، میشه ام، این اگر آ تا بی باشه میشه ام 4 انتهای بازه، منهای ام 1 بر روی 4 منهای 1، مخرج من که میشه 3. این روتینه ها. ام 4 رو بریم از دست بیاریم، ام 4 میشه رادیکال 4 به اضافه 2 برابر 4 به توان 3. رادیکال 4 میشه 2 به علاوه 4 به توان 3 میشه 4 4 تا 16 تا، 4 16 تا هم 64 تا، ضرب در 2 میشه 128، با 2 جمع بشه میشه 130. اینا دیگه محاسباتی خود باید بتونی بنویسی. ام 1 چی؟ میشه رادیکال 1 به اضافه 2 برابر 1 به توان 3. خب 1 به توان 3 که میشه همون 1، ضرب در 2 میشه 2، یه دارم رادیکال 1 دارم که میشه 1، 1 به علاوه 2 میشه 3، میشه 127 0. اینم از این. این یعنی داره میگه در واقع چقدر گرم تغییر داشته. ما میگیم 127 سوم گرم تغییر داشته. اما قسمت ب در این بازه زمانی ها، خب اما قسمت ب گفته آهنگ رشد. آهنگ رشد دیدی؟ مشتق. در لحظه تی مساوی 4 تابع من امتی بوده، پس میشه مشتقش امپریمتی. در لحظه 4 خواست، حالا بیا مشتقش رو فعلا بگیریم، امپریمتی. رادیکال تی مشتقش میشه 1/2 رادیکال تی به اضافه تی به توان 3، مشتقش میشه 3t2، یه دونه 2 هم ضریب داشت، 3 دوتا 6t به توان 2. حالا در لحظه 4 خواسته، به جای تی میذاریم 4، میشه 1/2 رادیکال 4 به اضافه 6/4 به توان 2. 4 به توان 2 که میشه 16، رادیکال 4 هم که میشه 8، 1/2 2 8 تا 16 تا به اضافه 16 هم ضرب در 6 کنیم، چقدر میشه؟ 96 اگه اشتباه نکنم، 6 6 تا 36 تا، بله 96. مجموع اینو به دست بیاری، آهنگ رشد تابع ما خواهد بود، در واقع آهنگ رشد جرم توده باکتری خواهد بود. آهنگ رشد اون جرمه رو به دست آوردیم، اون امه رو در واقع ما به دستش آوردیم. و اما بریم سراغ نکات طلایی سوال 12 که بسیار سوال پرنمره خوبیه. خوب حواست جمع کن. ببین هر وقت جدول رفت، میخوام یادآوری کنم، هر وقت جدول رفتار تابه رو میخواست میتونیم از تابمون یه مشتق بگیریم، از مشتقش تعیین علامت کنیم، تعیین علامت مشتقش رو به دست بیاریم. هر جا مثبت باشه سعودی میشه، هر جا منفی باشه نزولی باشه، خیلی چیزها رو میتونیم از روش برداشت کنیم. رفتار تابمون رو داریم میفهمیم دیگه، کجا داره میره بالا، کجا میاد پایین. پس یه مشتق میگیرم تعیین علامتش میکنم، حل. این میشه جدول رفتارمون. حالا اکسترموم های نسبی رو بخوایم چی؟ برای به دست آوردن اکسترموم های نسبیش میتونیم با توجه به جدول تعیین علامت بفهمیم. اگه رفته باشه بالا بعد بیاد پایین، خب میشه ماکسیموم. حالا اگه اومده باشه پایین نزولی بعد صعودی بشه، خب این کمترین مقدار رسیده میشه مینیموم. خب اکسترموم مطلق هم که گفته بودیم، گفته بودیم آقا تو مشتق رو مگه به دست نیاوردی، تو مشتق رو مگه واسه به دست آورده برای تعیین رفتار تابت جدولش، مشتق رو مگه به دست نیاوردی؟ یه مشتق. خب مساوی صفر گذاشتی، ریشه هاشو در آوردی، اون ریشه هایش که توی این بازه هست رو بردار به همراه ابتدا و انتهای این بازه، مقدار خود تابه رو به ازای اینها به دست بیار. کمترینش میشه مینیموم مطلق، بیشترش میشه ماکسیموم مطلق. رو مثال، رو سوال آقا مرور میکنی، سوال خیلی بهتره. گفته تابمون اف ایکس به این شکله،
جدول تغییرات تابع رو رسم کن، نقاط ماکسیموم و مینیموم نسبی رو به دست بیار. خب fx مون چی بود؟ من fx اینجا بنویسم راحت باشم. منفی 2x به توان 3 به اضافه 3x به توان 2 به اضافه 12x منهای 9. یه رنگی دیگه میخوام بنویسم. f پریم x رو به دست میارم، میخوام جدول رفتار تابر رو بنویسم، ماکسیموم مینیموم نسبی رو مشخص کنم، پس به f پریم x نیاز دارم. x به توان 3 مشتقش میشه 3x2، یه ضریب منفی 2 هم داره، منفی 2 ضرب در 3 میشه منفی 6 x به توان 2. x به توان 2 مشتقش میشه x 2x، اصخایی میکنم x به توان 2 مشتقش میشه 2x، یه ضریب 3 هم داره 3 دوتا 6x، این هم میشه به علاوه 12، این هم که مشتقش 0. آقا اینا مساوی 0 رو میذارم، ریشه هاشو در بیارم بتونم تعیین علامت کنم. منفی 6x2 به اضافه 6x به علاوه 12 مساوی 0 شده. خب همشون یه 6 توشون داره، این دو 6 تاست، این یه 6 تاست، اینم منفی 1 6 تاست. طرف اینو تقسیم بر منفی 6 کنم، کار خودم راحت کردم. این تقسیم بر ببین زیرش می نویسم، سادهش میخوام بکنم، منفی 6 منفی 6 منفی 6 منفی 6. وقتی هر دو طرف معادلم رو تقسیم یا ضرب کنم هیچ مشکلی پیش نمیاد، به شرطی که هر دو طرف رو این کار انجام بدم. این بر که صفر هیچ اتفاقی نمیفته، همینجوری صفر باقی میمونه. منفی 6 با منفی 6 میپره x به توان 2، 6 تقسیم بر منفی 6 میشه منفی 1، مثبت در منفی منفی 6 هم تقسیم بر 6 1 دیگه میشه منفی x، 12 هم تقسیم بر منفی 6 میشه منفی 2 مساوی 0. دلتا میتونی بری، دلتا میتونی بری چون درجه دو میتونی حلش کنی دیگه. چی؟ از حالت ضرایب میتونی اصلا فراموشش کنی، بلد نیستی اونو. مجموع این دوتا ضرایب شبیه این میشه، برابر این میشه، یه ریشه هم میشه منفی 1 یه ریشه هم میشه منفی 3، بلد نیستی فراموشش کن. دلتا رو بلدی ها، دومی رو گفتم بلد نیستی فراموشش کن، دلتا رو بلدی، دلتا رو به عنوان یه روش داشته باش. روش بعدی، آقا تو اتحاد جمله مشترک میتونی حساب کنی، ضرب دو تا عدد شده منفی 2، منفی شده، پس یکی مثبت بوده یکی منفی بوده. وقتی یکی مثبت بوده یکی منفی، اینجا اختلاف دارم، اختلافش چقدر؟ یکه. اینگه چه عددی در هم ضرب بشن میشن 2، فقط یک ضرب در 2 میشه 2، عدد اول دیگه. خب بزرگی علامت اینجا رو میگیره، بزرگی علامت اینجا رو میگیره، پس این 2 این 1. ضرب دو تا عبارت شده 0، یا این 0 یا اون 0. از اینجا x میشه منفی 1، از اینجا x میشه مثبت 2. جدول تعیین علامت، f پریم رو میخوام تعیین علامت کنم دیگه. یه درجه دو بوده میخوام تعیین علامتش کنم، درجه 2. خب بین و این کار کردم که ریشه هاشو به دست بیارم. خب بین دو ریشه مخالف علامت آ، این طرف و این طرف موافق علامت آ، آ ضریب x2، آ ضریب x2 مثبته، پس اینجا میشه مثبت، عین همین اینجا میشه مخالف. ببین اینجا تابع سعودی شده، اف پریم مثبت بوده، اینجا نزولی شده، اینجا دوباره سعودی شده. خب در x مساوی منفی 1 رفته بالا و اومده پایین، رفته بالا و اومده پایین، پس اینجا ماکسیموم نسبیه. در x مساوی مثبت 2 اومده پایین، نزولی اومده پایین اومده بالا، پس این به حداقل رسیده بوده، مینیمم نسبی است. بریم سراغ اکسترموم های مطلقمون، ماکسیموم مینیمم مطلقمون. خوب گوش کن، در چه بازه ای گفته بود حسابش کنیم؟ در بازه 0 تا 3، در بازه 0 بسته تا 3 بسته گفته بود حساب کنیم. از طرفی بیا بین این دو تا ریشه ای که از مشتقت به دست آوردی ببین کدومش در این بازه قرار داره. خب این که قرار نداره، این به درد من نمیخوره، این قرار داره.
پس یه بار به ازای این به دست بیار، یه بار مقدار تابت و دیگه مشتق و اینا رو کار نهی، مقدار تابت و یه بارم به ازای ابتدا، یه بارم به ازای انتها. تابع من چی بوده؟ اینجاست. کاش من همین بالا بنویسم دیگه. چیا رو داشتیم؟ 2 0 3 همین بالا می نویسم که تابم هم اینجا هست. 2 0 3 آقا 2 رو اینجا جایگذاری کن، میشه منفی 2 برابر 2 به توان 3 به علاوه 3 برابر 2 به توان 2 به علاوه 12 برابر 2 منهای 9. این چند میشه آقا؟ 2 به توان 3 که میشه 8. 8 هم ضرب در منفی 2 میشه منفی 16. 2 2 تا 4 تا 2 به توان 2 میشه 4. 4 3 تا 12 تا 2 هم ضرب در 24 2 هم ضرب در 12 میشه 24. یه منهای 9 هم دارم. منفی 16 به علاوه 12 منفی 16 به علاوه 12 میشه منفی 4. 24 هم منهای 9 اینجا هم میتونم حساب کنم به ترتیب. منفی 4 هم به اضافه 24 علامت رو نگاه کن، منفی 4 به اضافه 24 هم میشه مثبت 20. 20 هم به منهای 9 بشه میشه 11. این از این. 0 رو بذار اینجا، 0 رو بذار تابم بذار. خب اینا همشون x داره، 0 داخلشون قرار بگیره همشون میشن 0. یه منفی 9 آخر میمونه، امتحان کن خودت. 3 رو بذاریم. من بذار این تیکر اصلا پاک کنم، چه کاری اینجا نگه داشتم. اینا رو من جواب دادم تمام شده رفته دیگه، شما هم دیدید. سه رو بذارم داخلش میشه منفی 2 برابر 3 به توان 3 به اضافه 3 برابر 3 به توان 2 به اضافه 12 برابر 3 منهای 9. 3 به توان 3 میشه 3 3 تا 9 تا 3 9 تا 27 تا. ضرب در منفی 2 بشه میشه منفی 54. 3 به توان 2 میشه 3 3 تا 9 تا 3 9 تا هم 27 تا. به اضافه 12 ضرب در 3 3 12 تا 36 تا یه دونه منهای 9 داریم. جواب اینا چی میشه؟ منفی 54 به اضافه 27 میشه منفی 27. منفی 27 به اضافه 36 میشه منفی 27، به اضافه 36 میشه مثبت 9. 9 منهای 9 هم میشه 0. پس جواب این تیکه هم شد 0. آقا 11 منفی 9 0 کمترین منفی 9 بوده، پس میشه مینیمم مطلق. بیشترین 11 بوده میشه ماکسیمم مطلق. تمام. در مورد این سوال ما اگه خاطرمون باشه فکر کنم در آزمون قبلیمون، ویدیو قبلیمون، ما یه همچین سوالی رو حل کردیم، منتها بحث محیط یا مساحتش بود اونجا هم و یه شکل دیگه در واقع مطرحش کرده بود. محیط رو فکر کنم بهمون داده بود و بحث مساحت رو خواسته بود. حالا بریم این سوال رو ببینیم چی میگه. در این سوال طول مستطیل کوچیک x و عرضش به صورت y هست. ببین یه مستطیله، بذار اینجوری بگم، حالا یک طولی داره یه عرضی داره، یعنی اینجوری در نظر بگیر. میتونیم یه رابطه برای ایگرگ مثلا میاد پیدا کنیم، مثلا میاد محیطش رو به ما میده، مثلا میگه محیطش مثلا 24، ما میگیم خب 2 برابر طول و علاوه عرض میشه مثلا 24، رابطه اینا رو مثلا در میاریم میشه فلان. یکی از این متغیرها رو به دست بیاریم، مثلا x به علاوه y، بذار همینو بهتون بگم، x به علاوه y میشه 12، y میشه 12 منهای x، اینو به دست میارم. بعد مثلا مساحت رو خواسته، خب میگیم مساحت میشه طول ضرب در عرض دیگه،
ارزه رو جایگذاری میکردیم اینجا، به جای ایگرگ میذاشتم 12 منهای ایکس. خب یه چیز درجه دو ایجاد میشد اینجا. حالا میگه مساحت میخواد مقدارش مینیمم باشه یا ماکسیمم باشه، کافیه تو مشتقشو به دست بیاری مساوی صفر بذاری. مقداری که به ما میده طول و عرضی هست که در حالت مینیمم یا ماکسیمم مساحت اتفاق میفته. الان اینجا نگاه کن، سوال خوبی ها. گفته اگر هر صفحه مستطیل شکل از یک کتاب، فرض کنید صفحه یک کتابه شامل یک متن با مساحت 32 سانتی متر مربع باشه، یعنی اگر این طولش باشه، یا بذار اصلا اینجوری نگیریم، فعلا بذار مساحت رو بنویسیم 32 سانتی متر فعلا 32 رو داشته باشیم. هنگام طراحی قطع این کتاب لازمه حاشیه های بالا و پایین هر صفحه 2 سانتی متر بالا 2 سانتی متر پایین و حاشیه های کناری هر کدام 1 سانتی متر یعنی به این شکل. در نظر گرفته شود ابعاد صفحه رو طوری تعیین کنید که مساحت هر صفحه از کتاب، یعنی کل این صفحه من، در واقع کمترین مقدار ممکن باشه. خب خوب دقت کن، اگر این باشه x، این باشه y. خب ببین حواستو جمع کن، خیلی نکتهش مهمه، خوب حواستو جمع کن. اینجا مساحت چی رو داده؟ گفته شامل یک متن با مساحت این باشه. وقتی داره متن رو به من میگه مساحتش اینقدر باشه، متن جز اون حاشیه به حساب نمیاد. گرفتی چی شد؟ حاشیه دور متنه، مساحت متن رو به من داده. این صفحه کوچولویی که کشیدیم حاشیه دورشه، این همون متن است. اگر طولش رو بگیرم x، عرضش رو بگیرم y، میشه 32 سانتی متر مربع. پس x ضرب در y میشه 32 سانتی متر مربع. گرفتی چی شد؟ خب حالا از اینجا میتونم یکی از متغیرها رو به دست بیارم، y مساوی 32 x، طرفین تقسیم بر x کردم، یکی از متغیرها و مقدارش رو به دست آوردم. این از این. خب حالا داستان از چه قراره؟ ما مساحت هر صفحه از کتاب رو گفتیم کمترین مقدارش رو داشته باشه. خب بریم اصلا مساحت هر صفحه از کتاب بنویسیم. طول این چقدر میشه؟ ببین 2 سانتی متر اینجا، 2 سانتی مترم اینجا، سرجم 4 سانتی متر، 2 سانتی متر اینجا، 2 سانتی متر اینجا، 4 سانتی متر حاشیه داره بالا و پایینش کلن. پس یعنی اگر به این x 4 سانتی متر اضافه کنم میشه طول اینجا x به علاوه 4، 1 سانتی متر اینجا، 1 سانتی متر هم اینجا، سرجم 2 سانتی متر. اگر به عرض این 2 سانتی متر اضافه کنم، عرض هر صفحه از کتاب به دست میاد. من مساحت صفحه کتاب رو باید بنویسم، اونو گفته کم در این مقدار باشه. پس میشه مساحت صفحه کتاب میشه x به علاوه 4 در y به علاوه 2. اینو میخوام به دست بیارم. خب پس اس من میشه x به علاوه 4 در به جای y چی بذارم؟ 32x به علاوه 2. دونه به دونه ضرب کن، x ضرب در 32x میشه x با x ساده میشه 32 میمونه. x ضرب در 2 بشه میشه 2x، 4 ضرب در 32x بشه 4 2 8 و 4 3 12 تا 128 x، 4 ضرب در 2 هم بشه میشه 4 2 8. خب در نتیجه s صفحه کتاب من، هر صفحه کتاب من میشه 128 x به اضافه 2x به اضافه 32 8، با هم میشن 40. خب حالا میخوام مساحت هر صفحه کتاب من که به دستش آوردم، در واقع این الان اینو میتونم چی بنویسم؟
تا می‌رسمش اس ایکس، اس بر حسب ایکس. مساحت هر صفحه کتاب من میخوام مینیمم باشه، چی کارش میتونم بکنم؟ مشتقش رو مساوی صفر بذارم. مشتقش رو خیلی راحت میتونم مساوی صفر بذارم. مشتقش رو مساوی صفر بذارم، این که مشتقش صفره، اینم که مشتقش دوه، میمونه مشتق 128 ایکس. مشتق این چی میشه بچه ها؟ 128 ایکس مشتق صورت که میشه صفر در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت بر روی مخرج به توان دو میشه منفی 128 بر روی ایکس به توان دو. این میشه مشتق این تیکه به علاوه دو، دو ایکس مشتقش میشه دو. اینو مساوی صفر بذارم، مشتق مساوی صفر بذارم، ایکس در میاد. خب منفی 128 ایکس بر روی ایکس به توان دو مساوی دو رو ببرم بر منفی دو. اول از همه چیز منفی رو با منفی دو طرف میتونیم بزنیم، ساده کنیم. خب میخوام زیاد سختش نکنم براتون. 128 مساوی طرف این وسط این، یه مخرج یک بده، یک ضرب در 128 مساوی میشه با x2 ضرب در 2. طرف این رو بر 2 تقسیم کن، 128 تقسیم بر 2 میشه 64، 2x2 هم تقسیم بر 2 میشه x به توان 2. طرف این تقسیم بر 2 کردم دیگه. خب حالا x به توان 2 شده 64، x من چقدر میشه؟ آره مثبت منفی 8، درست داری میگی، مثبت و منفی 8 میشه، ولی اینجا داریم در مورد طول صحبت میکنیم. مثبت منفی 8، ولی چون داریم در مورد طول صحبت میکنیم فقط مثبت رو میپذیم. اندازه یه طول مگه میتونه منفی باشه؟ پس x همون میشه مثبت 8. x رو به دست آوردم 8. یه رابطه بین x و y اون بالا داشتم، y مساوی 32 x هم. میشه 32 به جای x مقدارش رو بذار 8 میشه 4، y میشه 4. خب گفته بود ابعاد صفحه رو طوری تعیین کنید که مساحت هر صفحه از کتاب کمترین مقدار داشته باشه. من الان طول این خود این متن رو، طول عرضش رو تونستم در بیارم 8 و 4، این دوتا هم در میاد. این 8 باشه این میشه 12، این 4 باشه این میشه 6. تموم شد، همه ابعاد رو تونستم در بیارم که مساحت هر صفحه من مینیمم باشه. خب نکات طلایی سوال 14 در مورد بیزی قبلا صحبت کردیم، دوباره صحبت میکنیم. در یک بیزی اگر OB کانون های ما باشن، در این صورت اندازه AB رو که حالا با F فریم نشون میدیم، F و F فریم در واقع کانون های ما هستن، اندازه فاصله بین این دوتا رو ما فاصله کانونی میگفتیم با این فرمول. هر نقطه در واقع یه مختصاتی داشت دیگه، X1 میتونم بگم X A Y A، X B Y B. با استفاده از این فرمول میتونیم فاصله‌اش رو به دست بیاریم. نقطه و مرکز بیزی رو هم در موردش گفتیم، انگار بین طول‌هاشون میانگین میگیریم و بین عرض‌هاشون هم میانگین میگیریم، اینم گفته بودیم، فقط داریم یادآوری میکنیم. در یک بیزی اندازه نیم قطر بزرگ رو میگیم آ، نیم قطر کوچیک هم میگیم بی، نصف فاصله کانونی یعنی این تیکر هم بهش میگیم سی، نصف فاصله، اینم برابر سیه، نصف فاصله کانونی. پس در واقع میتونم همینجا بگم فاصله کانونی من برابر دو سیه، دو برابر سیه، اینم گفتیم. مقدار خروج از مرکز بیزی هم سی اوم هست که با حرف اینشون میدیم، این مساوی سی بر روی آ. بریم سراغ
سوال، کانون‌های بیزی رو به من گفته. فاصله کانونی، مختصات مرکز بیزی و معادله قطر بزرگ رو خواسته از من. خب بریم پیداش کنیم. فاصله کانونی اف اف بریم آنسش میشه رادیکال x این منهای x این میشه 1 منهای 1 به توان 2 به علاوه y این منهای y این منفی 5 منهای 3 به توان 2. این که میشه 0، 1 منهای 1 میشه 0، منفی 5 منهای 3 میشه منفی 8، منفی 8 به توان 2 هم میشه 64. اندازه شو خواسته، اندازه یعنی قدر مطلق داره دیگه. نمی نویسم مثبت منفی، میدونی چی دارم بهت میگم؟ جذر 64 رو یه راست میگیرم دیگه میشه 8. 8 64 تا دیگه، جذر 64 میشه 8. چون داریم در مورد اندازه صحبت میکنیم، اندازه همیشه مثبته. در مورد قدر مطلق قبلا بهتون گفتم. پس فاصله کانونی شد 8 که برابری میکنه با 2 برابر C. درسته؟ هم بالا الان بهت گفتم. خب سی من چقدره؟ 8 برابری میکنه با 2 برابر C. پس سی من برابر 4ه. اینو تا اینجا داشته باش، اینم تا اینجا داشته باش. و دیگه چی رو میخواستیم؟ معادله قطر بزرگ بیزی رو خواستیم. بچه قطر بزرگ بیزی اینه، قطر بزرگ بیزی اینه. نقاط من مختصات شیا بود؟ 1 و -5، 1 و 3. من اینو اگه بتونم یه دستگاه مختصات مختشاش چی گفتم بچه اینا از رو خستگی شما زیاد جدی نگیرید. فیلم کنم هلوش ساعت 11:30 و خب دیگه داریم بالاخره براتون این کار رو آماده میکنیم و این زحمت ها رو داره دیگه. و دیگه شما ببخشید اگر جایی سوتی میدیم یا مثلا توپقی میزنیم، چون ما کات هم اجازه نمیدن بدیم دیگه. ما به ما گفتن نباید کات داشته باشیم و یه راست باید بریم، واسه همین شما به بزرگی خودتون ببخشید. مختصات چی بود؟ 1 و 3، 1 و -5. این 1 و -5. انگار که الان اینا چی بود؟ فاصله کانون های من بود. یعنی مثلا انگار که یه همچین چیزی دارم. مثلا خب قطر بزرگ من چی میشه؟ قطر بزرگ من میشه اینجا. معادلش چی میشه بچه؟ معادلش مشخصه دیگه، کلن ایکسش برابر یکی، به ایگرگ اصلا کاری نداره. پس ایکس مساوی 1 میشه معادله قطر بزرگم. اینم از یه قسمت جواب دیگم. مختصات، ببین اینو گفتم، اینو گفتم، مختصات مرکز بیزی من بگم. اوی من چی میشه؟ مختصات مرکز بیزی میانگین طول این دوتا که میشه 1 به علاوه 1/2 و میانگین عرض این دوتا -5 به اضافه 3/2. یک به علاوه یک میشه 2 تقسیم بر 2 همون 1. -5 به اضافه 3 میشه 2 تقسیم بر 2 1. مرکز بیزی من میشه نقطه 1 و 1. اما قسمت ب چی میگه؟ میگه اگر A6 باشه، A نیم قطر بزرگ من هست. اگر A6 باشه اندازه قطر کوچیک، نیم قطر نه، قطر کوچیک رو و خروج از مرکز رو به دست بیارید. اینجا برات فرمولش رو باید گذاشته باشم. اینها رابطه ای که بین نیم قطر کوچیک، نیم قطر بزرگ و سی وجود داره رو اینجا گذاشتیم براتون. B به توان 2 مساوی A به توان 2 - C به توان 2. A رو داده 6، C هم که به دست آوردم 4. 6 به توان 2 - 4 به توان 2. 6 6 تا 36 تا 4 4 تا 16 تا میشه 20. B به توان 2 میشه 20. B چی میشه؟ نمیگم مثبت منفی رادیکال 20، چون دارم راجع به اندازه صحبت میکنم. خب میشه رادیکال 20
و البته مثبت منفی رادیکال 20 هم بنویسیم مشکلی نداره بچه ها، نوشید، ولی دیگه من نوشتم رادیکال 20. این شد نیم قطر اندازه، ما چون گفته بودم اندازه دیگه مثبت منفی نذاشتم، اندازه نیم قطر کوچیک. حالا سوال، خوب دقت کن، قطر کوچیکو خواسته، این نیم قطره، پس میشه دو رادیکال 20. حواست باشه که اشتباه نکنی ازت نمره کم شه. اندازه قطر کوچیکو نوشتم. خروج از مرکز بیزی رو هم پیدا کنیم. ای مساوی خروج از مرکز. ای مساوی سی اوم، سی 4 بود، آ 6 بود، میشه 2/3. اینم از اندازه خروج از مرکزمون. و اما بریم سراغ سوال 15 که اگر اشتباه نکنم عیناً تو آزمون 1400 بود. آره تو آزمون 1400 داشتیم، براتون حلش کردیم. ناکن سوالو. بله به هم میریزه. دقیقاً همونو برداشته برده، اعدادش هم عوض نکرده، همون چیزی که تو 99 بوده رو برداشته تکرارش کرده. تو 1400 بوده، ببخشید، تو 99 هم بوده تکراری، تو دو سال پیاپی. دیگه اگه اجازه بدید در مورد قانون احتمال کل صحبت نکنم، چون این سوال رو براتون حل کردیم کامل و توی ویدیوی اولمون هست، یعنی داخل امتحان 1400 مون هست، دقیقاً همونه و واقعاً علکیه دیگه بخوایم دوباره حلش بکنیم، چون اونجا کامل براتون توضیحش دادیم. اما سوال 16 در مورد ترکیب تابه است که من باز این توضیحات رو براتون قبلا دادم، فقط بریم سراغ سوال، هر جا نیاز داشتم برمیگردم روی بالایی. خب دامنه تابع جی او اف را با استفاده از تعریف دست بیارید، هم اف رو داده هم جی رو. ببین جی او اف چی بود؟ جی او اف میشه جی، از سمت چپ بخونم، جی اف ایکس. من ایکس رو دارم به اف میدم، بعد اف ایکس که به دست میاد میدمش به جی. خب این ایکسی که دارم به اف میدم باید از دامنه، بذار اول اینجوری بنویسم، دامنه جی او اف مساویه، این ایکسی که دارم به اف میدم باید از دامنه اف تبعیت بکنه، به طوری که حالا این اف ایکسی که خروجی شد باید از دامنه جی تبعیت بکنه. پس ایکس باید دامنه هر کدوم از اینا رو بنویسی تو جوابتا، نمره داره. خب دامنه اف چی میشه؟ هر آنچه که زیر رادیکال بود بزرگتر مساوی صفر. چی دارم؟ 4 منهای 2 ایکس دارم بزرگتر یا مساوی صفر. منفی 2 ایکس رو ببر اون بر، نذار ضریبت منفی بمونه، ضریب پشت ایکست، منفی 2 ایکس رو ببر اون بر، میشه 4 بزرگتر مساوی 2 ایکس. فرقی میکنه اینو اینجوری بنویسم؟ در هر صورت علامت بزرگتر رو به 4 دیگه، هیچ فرقی نکرد. طرفین رو تقسیم بر 2 کن، این تقسیم بر 2 میشه x، این تقسیم بر 2 میشه 2. x های کوچیکتر مساوی 2، x های کوچیکتر مساوی 2 یعنی چی؟ این یعنی منفی بی نهایت تا 2 کوچیکتر یا مساوی 2، کم تراش نمیشه. خب این از دامنه اف. بچه دامنه جی هم که چند جمله ای؟ آره دامنه جی هم آره. خب ما میگیم ایکس عضو دامنه اف، پس باید ایکس عضو منفی بی نهایت تا 2 بسته باشه، به طوری که حالا اف ایکس عضو دامنه جی باشه. اف ایکس رادیکال 4 منهای ایکس 2، 4 منهای 2 ایکسه، این عضو آر باشه. خب این که محدودیتی نداره، این که هیچ محدودیتی نداره، این داره میگه عضو آر باشه، عضو آر باشه یعنی هرچی میخواد باشه. اما اینجا یه محدودیت داریم، پس تنها محدودیتی که در این دامنه داریم همین اولی است.
فقط اف من داره محدودیت ایجاد میکنه چون رادیکال با فرج زوج. پس در واقع دامنه جی و اف من فقط همین محدودیت رو میپذیره، منفی بی نهایت تا دو بسته. این از این. مقدار جی و اف دو رو خواسته. خب با اجازتون من دیگه شما تو ویدیو دیگه میتونید اینا رو بزنید عقب نگاه کنید، من اینا رو پاک میکنم که فضا داشته باشم، راحت باشم. جی او اف دو منهای اف جیوم صفر. ببین در مورد اینا توضیح بدم، اف به علاوه جی آ میشه اف آ به علاوه جی آ، اف منهای جی آ هم به همین شکل میشه اف آ منهای جی آ، اف ضرب در جی هم به همین شکل میشه اف آ ضرب در جی آ، اف تقسیم بر جی هم به همین شکل میشه اف آ تقسیم بر جی آ. خب اینا هم اینجا داریم دیگه، جی او اف میشه جی اف دو منهای اف جیوم صفر میشه اف صفر بر روی جی صفر. اف دو چی میشه؟ به اف بدم دو، دو بذارم اینجا، دو دو تا چهار تا چهار منهای چهار صفر. پس اف دو من میشه صفر. حالا جی صفر چی میشه؟ صفر به توان دو به علاوه دو برابر صفر منهای یک، این که میشه صفر، این هم صفره، فقط منفی یک میمونه. پس جی صفر هم میشه منفی یک. اف صفر چی میشه؟ ببین جی صفر هم جا به دست آوردم، این هم جی صفره، این هم میزنم منفی یک. اف صفر هم چی میشه؟ میشه چهار منهای رادیکال چهار منهای دو برابر صفر که میشه صفر، میشه رادیکال چهار یا همون دو. اف صفر هم میشه دو. پس این شد منفی یک جوابش منهای دو بر روی منفی یک، این میشه منفی یک. منفی در منفی فرقی نمی کنه، این منفی تو صورت باشه، تو مخرج باشه، پشت کسر باشه، منفی در منفی مثبت دو یکم هم که میشه دو. منفی یک به اضافه دو میشه یک. جواب قسمت ب رو هم به دست آوردم، شد یک. و اما در مورد سوال آخر بریم صحبت کنیم. ببین اگر یه نقطه رو بهت داده باشه و خودش بهت بگه که این نقطه اکسترموم نسبی تابمونه، هم اون نقطه در تابع من صدق میکنه، همین که در اون نقطه مشتق صفره. یا تو اکسترموم نسبی رو قاسم به دست بیاریم مشتق مساوی صفر میذاشتیم، خب اینم همینه دیگه، داره خودش بهت میگه آقا این نقطه اکسترموم نسبی هست. خب این نقطه اکسترموم نسبی هست یعنی این که افیریم مشتق تابع من در این نقطه برابر صفره و همچنین این نقطه خودش جزی از تابع من هست، رو منحنی من قرار داره، پس در تابع من صدق میکنه. این سوال ها زیاد میدن و هر سال دارن میدن. اگر نقطه دو و یک نقطه اکسترموم نسبی باشه، طولش چنده؟ ایکسش دوه، عرضش یکه. اکسترموم نسبی باشه، تا اکسترموم نسبی این تابع باشه، مقادیر بیودی رو به دست بیارید. خب من دارم بهت میگم آقا خود این نقطه در تابع من صدق میکنه، یعنی اف دو باید بشه یک. اف دو چیه؟ دو به توان سه به علاوه بی برابر دو به توان دو به علاوه دی، این باید بشه یک. از طرف دیگه مشتق هم در این نقطه باید بشه صفر، که حالا به این میرسیم، فعلا این جواب بدیم. حالا تو خواستم بنویسم که یادمون نره. دو به توان سه میشه هشت، دو به توان دو میشه چهار، ضرب در بی میشه چهار بی به علاوه دی مساوی یک. چهار بی به علاوه دی مساوی هشت، رو ببر اون بر میشه منفی هشت با یک جمع بشه منفی هشت به علاوه یک میشه منفی هفت. مشتق دو به دست بیار، مشتق چی میشه؟
هرچند اینو اینجا میذارم، مشتق و فعلا به دست بیارم. x به توان 3 میشه 3x به توان 2، x به توان 2 میشه x، یه b هم پشتش داره میشه bx، d هم که مشتقش میشه 0. خب الان مشتق رو به دست آوردم. f پریم نقطه x ترمم نسبی من تو طول اون مشتق باید بشه 0. راز x ترمم نسبی همینه. f پریم 2 رو به دست بیار. f پریم 2 میشه 3 برابر 2 به توان 2 به علاوه b برابر 2 باید بشه 0. در نتیجه 2 تا 4 تا 4 3 تا 12 تا به علاوه 2b میشه 0. 2b میشه 12 رو ببرم اونور میشه منفی 12، b من میشه طرفه رو تقسیم بر 2 کن، این تقسیم بر 2 میشه b، این تقسیم بر 2 میشه منفی 6. b من به دست اومد، جایگذاری کن در این 4b به علاوه d میشه منفی 7. 4b به علاوه d میشه منفی 7، به جای b بذار منفی 6. 4 برابر منفی 6 به اضافه d میشه منفی 7. 4 ضرب در منفی 6 میشه منفی 24، منفی 24 بره اونور، دی میشه منفی 7 به اضافه 24 مساوی 17، دی من میشه 17. همینو بس تمام. خب یه امتحان دیگر هم تمام کردیم، ترکوندیم. ببینید یه لایو جنجالی هم داریم در روز دوشنبه که ما پیش بینی سوالات امتحان نهایی رو هم قرار انجام بدیم که کدوم سوالا همش داره تکرار میشه، فقط عددش ممکنه عوض شه، و امیدوارم که همتون شرکت بکنید. تا اون موقع هم سعی کنید خوب کار بکنید. برای سوال 1 و 2 گفتم قسمت‌های تعریفی و هایلایت‌های آبی کتاب رو بخونید، یا اگر حس می‌کنی نمی‌رسی برو سوال‌های 1 و 2 امتحان نهایی قبلی رو بخون، تمرین کن، نکاتش رو بنویس، اونا رو سعی کن یاد بگیری که چون ممکنه تکرار بشه، احتمالش خیلی زیاده. و عرض کنم به خدمتتون خوب تمرین کنید. سوالا روتینه، اکثر سوالایی که بارام بالایی دارن روتینن، دارید میبینید x ترمم نسبی، x ترمم مطلق، اینا رو یاد بگیرید بچه ها، فرمولای مشتق رو یاد بگیرید. دیگه سفارش نکنم، پر انرژی بدون استرس، مطمئنم که میترکونی. کامنت های خوب برامون بذارید، هم در سایت آپارات هم در سایت آیه رخشان رخشان.com، و به ما انرژی بدید، خستگی ما در بره. خیلی دوستتون دارم، ارادتمندیم، مخلصیم، عزیزم. من کار زاده شدم، من این بار آماده شدم، من واسه این کار ساخته شدم، من بیتاب بیتابم.